در 83 میلیون نفوس مصر عیسویان حدود 10% آن را تشکیل می دهند. این گروه اقلیت با نگرانی نظارگر انتخاب دموکراتیک اولین رئیس جمهور و ایجاد پایه های یک کشور اسلامی توسط گروه مقتدر اخوان المسلمین بود. از زمان برکناری رئیس جمهور مرسی و تاریخ 3 جولای کلیساها و صومعه ها در سراسر مصر مورد حمله قرار گرفت، تاراج گردید و در مقابل آن به احترامی صورت گرفت که حامیان اخوان المسلمین اولین مظنونین این قضایا شمرده شدند. اوضاع فعلی بیانگر حملات شدید بر کلیساها، عیسویان و نهادهای کشور است. من واقعا نمیدانم که گروه اخوان المسلمین در تلاش چیست. ما صادقانه آرزومندیم که با آنها در ساخت این کشور و مصالحه برای دست یافتن راه حل صلح آمیز صحبت کنیم، اما همه بیهوده شد. گروه اخوان المسلمین هفته گذشته با صدور اعلامیه مسئولیت این حملات را رد نمود و گفت حرکت این گروه دوباره به قدرت آوردن آقای مرسی به طور صلح آمیز است. عادل حکیم شیرانی، یک عیسوی قبطی، میگوید وی معتقد است که اکثر مصریان خواهان صلحند. یک عده مردم وجود دارد که در پی ایجاد اختلافاتند. آنها میخواهند که عیسویان و مسلمانان به جان یکدیگر بیفتند، زیرا برخی از کلیساها را طعمه حریق کردند. آنها افراد خشنند، بسیار خشن و مسلح میباشند. اگر این پیام به کسی در هر گوشه برسد، بدانید که ما یک ملت صلح دوست هستیم. ما ملت کشتار نیستیم، ما ملت صلح صمیمیت هستیم و همه یکدیگر را دوست داریم. ایالات متحده و سایر کشورها از اردوی مصر خواستار بردباری و کار عاجل به سوی ایجاد حکومت دموکراتیک که شامل همه اقلیت‌ها باشد گردیدند. سلویا لویس سکندر، یک عضو اقلیت آسیب پذیر عیسویان مصر، خواستار مذاکره و عوض جنگ شد. من از تغییر عقیده و عقاید مختلف حراس ندارم. هر کس عقیده خود را دارد، اما ابراز مفکوره هر آنچه میخواهی بگوی، بگو. پیش رویم استاد شو، مرا با مفکوره خود متقاعد بساز، اما بر من حمله نکن. این مدنیت نیست. مدنی شدن به معنی حمله بر دیگران نیست. مدنی شدن به معنی فکر کردن و آوردن تغییر است. عبدالفتاح السیسی، لوی درستیز اردوی مصر، به روز یکشنبه متعهد گردید که اردو بیشتر از این خشونت‌های سیاسی را تحمل نخواهد کرد. اما وی اضافه نمود که اردو قصد تکیه بر اریکه قدرت را ندارد و اسلامگرایان نیز در حکومت جدید شامل خواهند شد.